من و خواهرم در سال 1398 قرار بود در تئاتر رزمنامه کنیزک شرکت کنیم. پریسا دانشجوی تاریخ بود و من دانشجوی ادبیات نمایشی. من پریسا رو وارد تئاتر کردم. وقتی برای اولین بار بازی شدیدم شگفت زده شده بودم. استعداد عجیبی توی درک شخصیت ها داشت. برای اینکه بیشتر با نقشش ارتباط بگیره میخواست مقبره جاماسپ رو ببینه. بین من و پریسا فقط یک نفرمون میتونست نقش اصلی باشه. ما دو قلو بودیم و حتی آینه هم به سختی میتونست ما رو از هم تشخیص بده. اما تفاوت ما برای من مثل روز روشن بود. برای پریسا اصلا مهم نبود که انتخاب بشه یا نه، ولی من با تمام وجودم این نقش رو میخواستم. تعطیلات نوروز زمان خوبی بود که بتونیم به روستای گاره بریم. شنبه صبح به نزدیکی روستا رسیدیم. هوا تاریک بود و من کل مسیر رو رانندگی کرده بودم. خیلی خسته بودم. نزدیکی روستا به یک دوراهی رسیدیم. موبایل آنتن نمیداد. از پریسا پرسیدم میدونی از کدوم مسیر باید بریم؟ پریسا گفت نه نمیدونم. مسخره بازیش گل کرده بود و میگفت بیا شیر یا خط بندازیم ببینیم شانسمون میگه از کدوم راه بریم. یه سکه از داشبورد برداشت و گفت یا بخت و یا اقبال. شیر اومد. برای همینم من سر ماشین رو کش کردم و از جاده سمت راستی رفتم. جاده خاکی بود و به زور نور بالا میتونستم جلوم رو ببینم. هرچی جلوتر میرفتم خبری از هیچ آبادی نبود. معلوم بود که مسیر رو اشتباه رفته بودیم. کنار یه تپه ماشین رو زدم کنار رو پیاده شدیم. چند کیلومتر اونورتر نور چراغ‌های روستا مشخص بود. نگاهی به پریسا کردم و گفتم باید اون یکی جاده رو میرفتیم. پریسا از ماشین فاصله گرفته بود و اطراف رو نگاه میکرد. با هیجان به یه نقطه توی تاریکی اشاره کرد و گفت سارا نگاه کن، مقبره جاماسپ همینجاست. خیلی هم بیراهه نیومدیم. منم نگاهی انداختم. راست میگفت، درست شبیه عکسایی که ازش دیده بودیم بود. یک سازه مربعی شکل بالای تپه. پریسا گفت بیا حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی بهش بندازیم. با عصبانیت گفتم آخه این وقت شب، بذار فردا توی نور میایم میبینیم. الان خطرناکه، چیزی هم معلوم نیست. ولی اون پاشو کرده بود توی یه کفش که الا و بلا الان باید بریم. منم حوصله جر و بحث باشو نداشتم. قبول کردم. پریسا جلوتر از من میرفت. گفتم آهسته تر برو که با هم بریم. پریسا نزدیک سه تا درخت چنار بزرگ که شاخه هاشون توی هم تنیده بود روی زمین نشسته بود. با حالتی از نگرانی سرشو به من برگردوند و گفت سارا ببین. من چرا قوه موبایل رو روشن کردم که راحت تر ببینم. به نقطه‌ای که پریسا داشت اشاره می کرد نگاه کردم. واقعا ترسناک بود. یه دست بریده بود روی زمین. جیغ کوتاهی کشیدم و گفتم وای خدا این چیه؟ پریسا گفت یه دست بریده است. شاید یه نفر رو اینجا کشتن. نگاه کن، فکر میکنم یه چیزی تو دستشه. از حماقت پریسا بیشتر ترسیده بودم. یک دست بریده شده به حالت مشت روی زمین افتاده بود. پریسای احمق رفت به سمت اون دست. انگشتای اون دست رو دونه دونه از هم باز کرد. با وحشت به پریسا گفتم بهت میگم دست نزن. چی کار داری میکنی؟ من اصلا از اینجا خوشم نمیاد. پاشو زودتر باید بریم. در همین حال نور چراغ قوه رو بالا گرفتم تا اطراف رو بهتر ببینم. یه لحظه حس کردم صدای خشخش داره از بین درخت ها میاد. نور رو انداختم سمت اون صدا. دیدم پیر زنی داره از بین درخت ها بیرون میاد که دست نداشت. آروم روی شونه پریسا زدم و گفتم پریسا اونجا رو نگاه کن. پریسا با دیدن اون پیر زن دست رو روی زمین انداخت و خشکش زد. پیرزن آروم آروم داشت به طرف ما می اومد. شونه پریسا رو گرفتم و بلندش کردم، گفتم
بودو. بدون اینکه پشت سرمو نگاه کنم دویدم سمت ماشین، سریع سوار شدم و روشن کردم، ولی به صندلی بغلم که نگاه کردم متوجه شدم پریسا نیست. دوباره از ماشین پیاده شدم و فریاد زدم پریسا، اما هیچ جوابی نشنیدم. نور چراغ برو انداختم همونجا، هیچ کس نبود. خیلی ترسیده بودم، خواهرم گم شده بود، یعنی غیب شده بود. تا چند متری اطراف اون مقبره و اون درخت‌ها رو با ترس و لرز گشتم. انگار تو اون بیابون فقط من بودم و هیچ کس دیگه نبود. آب شده بود، رفته بود توی زمین. سوار شدم و به سرعت به طرف روستای گاره حرکت کردم. در چند تا خونه رو زدم و کمک خواستم. چراغاشون روشن بود، اما هیچ کس در رو باز نمی کرد. از پشت پنجره داشتن به من نگاه می کردن، ولی در رو باز نمی کردن. تا اینکه به دره خونه قدیمی رسیدم و با ناامیدی درب رو کوبیدم. آخر سر یه پیر مرد در رو برون باز کرد. به پاش افتادم و گفتم خواهرم، خواهرم گم شده، من اینجا رو نمی شناسم، تو رو خدا کمکم کن. پیر مرد هاج و واج نگاه می کرد و از حرفای من سر در نمی آورد. فقط نگاه هم می کرد. گریه هامو پاک کردم و جوری که پیر مرد متوجه بشه گفتم یه پیرزن بدون دست خواهرمو دزدیده. زبونم اینو گفت، اما مغزم هنوز چیزی رو که دیده بود باور نمی کرد. انگار که می دونست از چی دارم حرف می زنم پرسید کجا؟ جواب دادم پایین تپه نزدیک مقبره جاماسب. همون لحظه در خونشو قفل کرد و همراه هم اومد. پیر مرد دستکش و کلاه پوشیده بود و برای اون هوا و اون موقع سال این پوشش خیلی عجیب بود. لنگ می زد و به کمک عصا راه می رفت. ازش پرسیدم شنیده بودم مردم جنوب مهمون نوازن، ولی مردم روستای شما انگار بویی از مهمون نوازی نبردن. پیر مرد در حالی که با چشمای ورقلم بیدش به امزل زده بود گفت شب سه‌شنبه هیچ کس در رو به روی غریبه باز نمی کنه. با دست اشاره کرد که ماشین رو نگه دارم. کنار همون درختای چنار ماشین رو نگه داشتم و پیاده شدیم. نور ماشین تا چند صد متری اطراف درخت ها رو روشن کرده بود و اصلا خبری از پیرزن بدون دست و پریسا نبود. هنوز استخونام از ترس چیزی که دیده بودم می لرزید. پیرمرد در حالی که به طرف درخت می رفت پرسید شما اینجا چی کار می کردین؟ جواب دادم گم شده بودیم. پیرمرد سرشو به طرف درخت برگردوند و دستی به تنه درخت کشید و گفت زمان بدی رو برای گم شدن انتخاب کردین. من که منظورشو نفهمیدم. با تعجب گفتم تقصیر ما چیه؟ یه تابلو هم دم ورودی شهر نبود. ما اومدیم اینجا، یهو این پیرزن رو دیدیم و من فرار کردم و اومدم به سمت ماشین و فکر میکردم خواهرم پشت سرم داره فرار میکنه و میاد، ولی دیگه خواهرم غیب شده بود. من میدونم خواهرم خیلی کله شقه، ولی انقدر باهوش هست که گم نشه. مطمئنم هرچی هست زیر سر اون پیرزنه. پیرزنی با این مشخصاتی که گفتم میشناسی؟ انگار که با دیوار حرف میزدم، به حرفام گوش نمیداد و فقط درخت رو مثل شیعی عزیز و مقدس نوازش میکرد. سرش فریاد زدم میتونی کمکم کنی یا نه؟ پیرمرد بدون توجه به من گفت خیلی سال پیش دو تا زن به اسم بی بی نور و بی بی هور که خواهر دوقلو بودن چیزی رو کنار مقبره جاماس پیدا میکنن. انگار اون چیز بهشون قدرت پیشگویی میداد. بعد از اون مردم روستا هر دردی داشتن میرفتن سراغ این دو قلوها. هر کسی که به سراغشون میرفت و پیشگوییش به واقعیت تبدیل میشد باید سه‌شنبه ها آش میداد. اسمشو گذاشتن آش بی بی سه‌شنبه. تا جایی که پیشگویی های این دو خواهر خبرش به شهر و روستاهای اطراف رسید. کلی از مردم از اطراف روستا می اومدن سراغشون. تا اینکه یک سه‌شنبه درست مثل الان بارون شدیدی اومد و سیل کل روستا رو گرفت و همه جا رو ویرون کرد. بعد از اون دیگه هیچ کس ندیدشون. واسه همین سه‌شنبه ها هیچ کس در رو روی غریبه ها باز نمی کنه. شب نحسیه. مردم هم به یاد این دوتا خواهر سه تا درخت به اسمشون
کنار مقبره کاشتن. من گفتم احمقانه است، چی پیدا کردن که چنین قدرتی رو بهشون داده؟ مردم سادلو همین مزخرفات رو باور کردن؟ به نظر من که اونا غیب نشدن، پول مردم رو برداشتن و در رفتن. حالا این حرفا چه ربطی به دزدیده شدن خواهر من داره؟ پیرمرد عصاشو بلند کرد و به طرف مقبره جاماس که چند صد متری روی تپه قرار داشت اشاره کرد و گفت نگفتم غیب شدن، مردم میگن هنوزم اینجان. در حالی که لنگون لنگون با عصا به سمت من میومد، صورتشو آهسته آورد سمت گوش من و آروم زمزمه کرد یه سکه قدیمی پیدا کردن، سکه‌ای که آرزوها رو برآورده میکنه و بهت قدرت میده. همون لحظه متوجه شدم بوی بدی از دهن اون پیرمرد میاد. واقعا حالم داشت بد میشد. این رو گفت و از من فاصله گرفت. دیدم داره راهش رو میکشه و میره. با عصبانیت سرش فریاد کشیدم معلومه کجا داری میری؟ من نیومدم اینجا که از تو قصه بشنوم. پس خواهر من چی؟ لنگان لنگان از من دور میشد و من که همه امیدم رو به این پیرمرد بسته بودم به طرفش رفتم. دستش رو گرفتم و به طرف خودم کشیدمش. دستکش از دستش بیرون اومد. دیدم دست نداره و دو تیکه چوب جای دستاشه. پیرمرد به طرفم برگشت. یهو دیدم چهرش داره تغییر میکنه و به یک موجود ترسناک داره بدل میشه. داشت تبدیل میشد به موجودی که بین انسان و حیوانه. پاهاش سمدار شد و موهای سفید بلندی روی سرش ظاهر شد. چهرش به شدت وحشتناک بود. عقبتر رفتم و با ترس و دقت نگاش کردم. حالا متوجه شدم که اون همون پیرزن بدون دستی بود که کنار درخت ها دیده بودم. هرچی توان توی بدنم بود گذاشتم و به طرفش حمله کردم، چون میدونستم اون تنها کسیه که میدونه خواهرم کجاست. فریاد زدم با پریسا چی کار کردی؟ در همین لحظه اون موجود ترسناک لبخندی زد و یهو در مقابل چشمانم غیب شد. همون لحظه یه تکه شیء طلایی از بین لباسهاش به زمین افتاد. نصفی از یک سکه قدیمی بود. علائم و نوشته هایی روی اون سکه بود که به علت نصف شدن قابل خوندن نبودن. به سرعت برش داشتم و رفتم توی ماشین نشستم و در قفل کردم و چشمامو بستم. از ترس تمام بدنم می لرزید. اینا دیگه چه اتفاقاتی بود که برامون افتاد؟ انقدر ترسیده بودم که چند بار به فکرم خورد پامو روی گاز بذارم و از اونجا فرار کنم، اما نمیتونستم خواهرم رو اونجا ول کنم و برم. نگاهی به سکه شکسته توی دستم انداختم و یاد حرفهای اون پیرمرد که بعدش به اون موجود ترسناک تبدیل شد افتادم. تصمیم گرفتم به طرف مقبره جاماس برم. توی دلم به زمین و زمان و اون نمایشنامه لعنتی که پای ما رو به اینجا کشوند فوش میدادم. کنار مقبره رسیدم. دور مقبره رو نگاه کردم. هیچ اثری از پریسا نبود. با عصبانیت به دیوارهای مقبره میکوبیدم. اگه اون مقبره لعنتی نبود هیچ کدوم از اون اتفاقها نمیافتاد. یهو صدای ویبره گوشیم رو شنیدم. معلوم شد آنتن گوشیم برگشته. فکری به ذهنم رسید. با ناامیدی به پریسا زنگ زدم. همون لحظه صدای شبیه به ویبره موبایل از داخل زمین شنیدم. درست کنار مقبره تلی از خاک بود. انگار اونجا با جاهای دیگه فرق داشت. انگار تازه کنده شده بود. صدا درست از زیر خاک می اومد. هزار تا فکر وحشتناک به ذهنم خورد. با ترس و لرز شروع کردم به کندن خاک ها. یهو دست پریسا از زیر خاک ها معلوم شد. دستشو گرفتم و با هزار مکافات کشیدمش بیرون. انگار یه تیکه گوش شده بود. سرم رو روی سینه‌اش گذاشتم. هنوز ضربان داشت. خدا رو شکر کردم که زنده است. کنار مقبره نشوندمش و رفتم که از داخل ماشین آب بیارم. وقتی برگشتم به هوش اومده بود. داشت می‌لرزید. به طرفش رفتم. بدنش مثل یخ بود. نمیتونست درست حرف بزنه. فقط گریه میکرد. محکم توی بغلم فشارش دادم. دلم نمیخواست یک لحظه دیگه ازش دور بشم.
کم کم حالش بهتر شد و تونست صحبت بکنه. با لکنت گفت سارا تو رو خدا بیا از اینجا بریم. ازش پرسیدم پریسا عزیزم چی شد؟ یهو کجا غیبت زد؟ میدونی چند ساعته دارم دنبالت میگردم؟ جواب داد من همون لحظه که گفتی فرار کن بلند شدم که بدوم، اما یهو دستی که روی زمین افتاده بود جون گرفت و پاهامو گرفت و من خوردم زمین. دیگه بعد از اون هیچی یادم نمیاد. مشت دستش رو باز کرد و سکه شکسته ای رو به طرف من گرفت و گفت همش تقصیر منه، من اینو از توی اون دست برداشتم، انگار نباید این کار رو میکردم. منم سکه شکسته ای رو که از لباس اون موجود افتاده بود از جیبم در آوردم. حالا فهمیدم نصف سکه دست من بود و نصفه دیگه دست پریسا. به یاد حرف های پیرمرد افتادم که گفت اون دوتا خواهر سکه ای رو پیدا کردن که آرزوها رو برآورده میکنه. وسوسه شدم و تکه های شکسته رو به هم چسبوندم. عین یه پازل کنار هم چفت شدن. در همین لحظه بود که حس کردیم زمین داره زیر پامون میلرزه. صدای شبیه به زلزله میومد. همون لحظه زمین شکافته شد و ما رو به داخل خودش کشید. خودم رو از گل و لای بیرون کشیدم. به حفره‌ای که بالای سرم درست شده بود نگاه کردم. ارتفاعش خیلی زیاد بود. همون لحظه بارون هم با شدت شروع به باریدن کرد. زمین عین باتلاقی داشت ما رو داخل خودش میکشید. اومدم به سمیرا کمک کنم که متوجه شدم قوزک پاش شکسته و نمیتونه از جاش بلند بشه. داخل حفره انگار از قبل کنده شده بود. دیوارهای آجری که از قبل انگار درست شده بودن و بعضی جاهاش هم کاغلی بود دور تا دور اونجا رو پوشیده بود. با وضعیت پریسا نمیتونستیم از اونجا خلاص بشیم. به دنبال یک راه فرار اطراف رو دید میزدم، اما انگار هیچ راه فراری پیدا نمیشد. داخل جایی شبیه به قبر گیر افتاده بودیم. پریسا یه گوشه نشسته بود و هی با خودش میگفت همش تقصیر منه، اگه راه رو اشتباه نمیومدیم این اتفاق ها رخ نمیداد. شونه هاش رو محکم گرفتم و سرش فریاد کشیدم بسه به خودت بیا، باید هر جوری شده از اینجا بریم بیرون، با گریه کردن چیزی حل نمیشه. اما چه جوری باید بیرون میرفتیم؟ آب داشت کم کم بالا میومد. سعی میکردم سنگ ها رو روی هم بذارم و خودمون رو بالاتر بکشیم، اما فایده ای نداشت چون ارتفاع خیلی زیاد بود. پریسا گوشه دیوار نشسته بود و داشت با یه چیزی ور میرفت. سرش داد زدم نمیخوای کمک کنی؟ حداقل سنگای کنار تو هول بده سمت من. پریسا جواب داد سارا اینجا رو یه لحظه نگاه کن. به حفره بیزی شکل توی دیوار اشاره کرد. بهش گفتم نکنه به فکرته که از اون حفره بریم بیرون. پریسا با تعجب به هم نگاهی کرد و گفت اینجا رو میگم نگاه کن. به طرحی که کنار اون حفره بود اشاره کرد، طرحی که درست شبیه اون سکه بود. پریسا گفت زود باش سکه رو بده به من. نمیدونم چه احساسی بود که دلم نمیخواست اون سکه رو از خودم جدا کنم، ولی چاره ای نبود. سکه رو بهش دادم و پریسا هم سکه رو داخل اون حفره گذاشت. در همون لحظه بود که دیوار از هم باز شد. سنگی بزرگ شبیه تابوت از دل دیوار بیرون اومد. پریسا پوزخندی به من زد و گفت دیدی گفتم این چیزی هست، شاید چیزی توش باشه. من با عصبانیت داد زدم از این کشفات خسته نشدی؟ آب داره بالا میاد، اگه نریم بیرون خفه میشیم، میتونیم بریم روی اینو از دیوار بپریم بالا. پریسا اصلا به حرف من گوش نمی کرد و این دیوونه ها تلاش می کرد سنگ روی اون قبر رو برداره. یه نگاهی به من کرد و گفت کمک نمی کنی؟ از دست کارهاش خسته شده بودم، اما مثل همیشه من کسی بودم که کوتاه اومدم. رفتم بهش کمک کردم. به سختی اون سنگ رو جابجا کردیم. استخونهای پوسیده ای درون تابوت بود. چیزی که توجه ما رو به خودش جلب کرد نوشته ای بود روی تکه چوب، و جالبتر و ترسناکتر این بود که اسم من و پریسا روی اون حک شده بود. زیر اسمها تاریخی نوشته شده بود. با وحشت به پریسا گفتم این که تاریخ امروزه. در همین لحظه صدایی شبیه به دست زدن از پشت سرمون اومد. همون پیرزن عجوزه بود.
اما این دفعه دست داشت و با خوشحالی داشت برای ما دست میزد. کش و قوسی به بدنش داد و اشارهی به تابوت کرد. با صدای گوش خراش گفت: دیگه فکر میکردم فراموشم کرده. 100 سال پیش هم همین اتفاق افتاد. درست مثل امشب بارون بود. من و خواهرم سکه‌ای کنار مقبره پیدا کردیم و بعد از اون داخل این قبر نفرین شده افتادیم. قبر رو باز کردیم و با پیشگویی جاماسب روبرو شدیم. جاماسب پیشگو جسم ما رو از ما گرفت و ما رو اینجا زندونی کرد. هور فرار کرد اما به هم قول داد که منو آزاد بکنه. 100 سال زمان زیادیه ولی بالاخره به قولش عمل کرد. پریسا در حالی که از ترس به خودش میلرزید فریاد کشید: پیرزن از جون ما چی میخوای؟ اون عجوزه قهقهه‌ای زد و جواب داد: جونتون رو. بالاخره هر چیزی یه بهایی داره. آزادی من در قبال جون شما. اینو گفت و مثل یک سایه غیب شد. پریسا در حالی که داشت گریه میکرد گفت: سارا، این تاریخ مرگ ماست. این تاریخ امروزه. به حرف پریسا توجهی نکردم. از تابوت بالا رفتم و دستم رو به طرف پریسا گرفتم و گفتم: من اینجا نمی میرم و چیزی هم به اسم پیشگویی وجود نداره. دستتو بده من و سعی کن بیای بالا. آب همینطور داشت بالا می اومد. پریسا دستم رو گرفت و اومد بالای اون قبر. من روی کول خودم گرفتمش و منتظر موندم آب یکم بالا بیاد تا با کمک آب از اون دیوار رد شیم. 10 دقیقه بعد فشار آب ما رو تا سطح زمین برد. زمین از شدت بارون گل شده بود. رودخانه پایین تپه خروشان شده بود و تا وسطای تپه اومده بود. سیل اومده بود. پریسا روی کول من بود و ما توی اون آبها شناور بودیم. شدت سیل انقدر زیاد بود که من و پریسا رو از هم جدا کرد. من زیر آب رفتم و دیگه هیچ چیز یادم نمیاد. وقتی چشمامو باز کردم آدمهایی با لباس سفید و قرمز رو دیدم که من رو روی برانکارت میذاشتن. به من گفتن کسی رو جز من کنار مقبره پیدا نکردن. هر کی همین اطراف بوده زنده نمونده. احتمالاً با جریان آب جسدش گم شده. اما من گوش ندادم. وقتی حالم جا اومد به کمک چند نفر اون منطقه رو بالا و پایین کردم تا یه جوری پریسا رو پیدا بکنم. متاسفانه تنها چیزی که پیدا کردم نصف اون سکه بود.